با نام و یاد خدا و سلام مجدد به شما بینندگان گرامی، با بخش دوم برنامه آخر خط در خدمت شما هستیم. امشب ساعت 12 شب مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به پایان میرسد و دوره سکوت تا 48 ساعت دیگر ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. مردم بعد از آن به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و در سکوتی که 48 ساعته است تصمیم خواهند گرفت که به چه کسی رأی بدهند و چه کسی نماینده اونها در شورای ولایتی و چه کسی رئیس جمهور آینده افغانستان بشن. اصولنامه مبارزات انتخاباتی و قوانینی که کمیسیون انتخابات روی اونها تأکید داشتند از سوی همه نامزدان ریاست جمهوری باید در نظر گرفته می شد و از اونها تخطی و تخلف صورت نمی گرفت. در کنار اونها شناساندن طرح‌ها و اهداف نامزدان ریاست جمهوری مهمترین موضوعی هست که در مبارزات انتخاباتی مطرح میشه تا قناعت مردم افغانستان حاصل بشه و رأیشان را به نامزد مورد نظر بدهند. چگونگی مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را در امشب در بحثمان با آقای محمد ناطقی آگاه مسائل سیاسی به بحث میگیریم. جناب آقای ناطقی خوش آمد میگم به شما به بحث امشب. سلام آمد بشین، تشکر. درست دو ماه پیش در همین روز، یعنی 60 روز پیش میشه گفت که مبارزات انتخاباتی آغاز شد و نامزدان اجازه پیدا کردند که با مردم به صورت مستقیم صحبت بکنند و طرح‌های خودشان را ارائه بکنند. اما یک چوکات قانونی و یک اصول اخلاقی هم برای اونها در نظر گرفته شد. اگرچه پیش از آغاز مبارزات این اصول شکسته شد، اما باز هم به صورت کلی نظر شما در رابطه با این مبارزات چی بوده؟ سلام خدمت بینندگان عزیز، من هم به ملت بزرگ افغانستان تبریک عرض میکنم. انصافا مبارزات انتخاباتی یا همون اصطلاح متعارف در بین مردم کمپین انتخاباتی در سال 93 فوق‌العاده بود. به نظر ما مبارزات امسال یکی از بی‌نظیرترین مبارزات سیاسی در افغانستان هست. مردم نقش بسیار فعال در این مبارزات داشتن و حضور پرشور مردم در واقع مبنا و پایه و اساسی مردم سالاری و نظام دموکراسی را در افغانستان نهادینه کردن و این مسئله را، این فکر را در واقع بسیار بسیار تقویت کردن که ما در افغانستان در نقل و انتقال سیاسی بالاخره با آرای مردم مراجعه میکنیم. مردم عملا این مسئله را در واقع ثابت کردن که تسلط کامل بر جریانات سیاسی دارن و به سرنوشتشان بسیار آگاه هستن. علارغم تهدیدهای امنیتی ما در جریان دو ماه بزرگترین و باشکوهترین اجتماعات و گردهمایی ها و همایش های مردمی رو داشتیم که فوق العاده بود. البته 11 نامزد که مورد تایید قرار گرفتن، یعنی صلاحیت 11 نامزد مورد تایید قرار گرفتن، اینها تفاوت های بسیار زیادی در برنامه های انتخاباتی، در طرح برنامه هایشان و اصول کاریشان و همونطور در گرده همایی ها و در تجمعاتی که اینا دایر کردن تفاوت های بسیار زیادی داشتن. یک تعدادشان نتونستن، گم شدن بالاخره، و یک تعداد دیگر هم در واقع به نفع دیگری کنار رفتن. و در روزهای اخیر، در ماه دوم، چون دو ماه بودن از 13 دل وقتی که مبارزات انتخاباتی شروع شد و امروز هم که ساعت دیگر به پایان خود میرسه، اینا در طی این دو ماه در این فترتی از زمان سه تا مؤلفه بسیار اساسی رو ما در انتخابات داشتیم که بی نهایت تاثیرگذار بودن. اولا شور و هیجان مردم، علارغم این که تهدیدها بود، انفجار بود، انتحار بود، بالاخره دشمنان تروریست‌ها بسیار فعال بودن، دشمنان مردم افغانستان بسیار تلاش داشتن که به لحاظ روانی مردم افغانستان را تحت تاثیر قرار بده، امنیت را خراب بکنه. شاهد انفجارهای بسیار خونین بودیم در ابتدای سال جدید 93. علارغم همه از این مسائل مردم فوق العاده، مردم افغانستان با تمام پتانسیال و انرژی که داشتن در صحنه حاضر بودن و اجتماعات بی‌نظیر را اینا دایر کردن. یک موضوع بسیار جالبی که شاید دشمنان ثبات مردم افغانستان دنبال نتیجه برعکس او بودن رخ داد در اینجا. بعد از این که حملات طالبان افزایش پیدا کرد و مردم به صورت مستقیم تهدید شدن و طالبان گفتن که انتخابات را مختل می‌کنند،
جالب اینجا بود که با افزایش حملات مردم بیشتر به این همایش ها می آره رفتن و مردم حضور بیشتر مردم دقیقا به نظر شما نتیجه عکس داشت و به نظر شما چرا مردم اصلا اینا چنین عملی اینا را واقعا انجام دادن؟ همین مسائل، یعنی اینا از استثناءات انتخابات این دوره هستند که علارغم تهدیدهای امنیتی مردم هرچی که اونها شدت بخشیدن، مردم برعکس ارادهشون رو به دشمنان مردم افغانستان و تروریستا نشان دادن که ما در انتخابات می رویم، ما نمی ترسیم، ما رأی می دیم، ما نامزد مورد نظر خود را انتخاب میکنیم، ما به سرنوشت خود بالاخره حساس هستیم، رأی می دیم. اینا نکته های خیلی مهمی است. همون سوالی خوبی کردین، هرچی اونها دست به تحرکات و تهدیدات زدن، اینا به همون پیمانه و صد برابر از اون مردم چی به هیجان آمدن. و شما در اجتماعات هرات و در قندهار و در مزار شریف و در بامیان و همونطور در خود کابل و در اطراف کابل، اینا شما این اجتماعات بی‌نظیر و در سایر ولایت، یعنی هیچ قابل نمیشه آدم مثلا بگه که در کدام ولایت. منتها ما چند تا شهر، کلان شهر داریم که شهرهای خیلی مهمی هستن که ما در او رابطه هم صحبت میکنیم. اینا در این کلان شهرها دیگه نامزدها خیلی سرمایه گذاری کردن، یعنی خیلی تلاش کردن که فضای این شهرهای بزرگ رو، مثلا کابل رو داشته باشه، جلال آباد رو، قندهار رو و مزار و هرات رو داشته باشه. در این کلان شهرها بدون شک و تردید همه نامزدان تلاش کردن و اجتماعات خیلی خوب رو برگزار کردن. منتها آدم باید انصاف داشته باشه و با صراحت انصاف داشته باشه و این مسئله باید اذعان بکنیم که تیم اصلاحات همگرایی انصافا در این شهرهای بزرگ مقام اول و رتبه اول رو در تجمعات مردمی و در گرد همایه ها و در همایش های مردمی داشتن، بسیار فوق العاده بودن. البته به معنی از این نیست که دیگرا کاری نکردن، نه، دیگران بسیار زحمت کشیدن و هر چی انرژی داشتن و هر چی توانایی و ظرفیت هایی که داشتن به کار گرفتن. منتها خب ظرفیت ها متفاوته دیگه، هر کس به اندازه ظرفیت خود کار میکنه. ظرفیت های تیم اصلاحات همگرایی ثابت شد که بسیار بسیار بالاست به لحاظ مردمی و پایگاه های مردمی و اجتماعات بی‌نظیر را اینا در شهرها و در کلان شهرها اینا با وجود آوردن که واقعا حیرت انگیز بود، حالا بسیار بسیار فوق العاده بود. از این مسئله هم که بگذاریم، باید ما این مسئله رو به یک نحو ریشه‌یابی بکنیم که از این ظرفیت ها و توانایی ها کی خوب استفاده کردن، یعنی ابزاری که مردم رو بسیج بکنه و چه عوامل تازه ای در اینجا با وجود آمدن که مثلا ما انتخابات چه تجمعات مردم را یا گرد همایی ها و همایش های مردم را در سال 93 وقتی ما مقایسه میکنیم با 88 خیلی متفاوته. دلایل این مسئله رو ما باید شناسایی بکنیم که مردم از چه ابزار استفاده کردن، تکنولوژی چقدر در این عرصه نقش داشتن. مثلا سیستم های جدید و تکنولوژی جدیدی که در اختیار مردم افغانستان قرار گرفتن، اینا تا چه اندازه در بسیج مردم و در افکار عمومی نقش داشتن که به نظر ما سیستم های تکنولوژی و دانش بشری که الان هستن، فوق العاده مردم افغانستان از این تکنولوژی استفاده کردن. مثلا موبایل، صفحات چی فضای مجازی، صفحات اجتماعی، اینا بی نهایت نقش داشتن و خیلی راحت بودن برای، یعنی امسال شما، ما خب چون در جریان همه کمپین ها بودن، هم در سال 88 هم در سال 93، ما در جریان این مباحث کمپین ها و گرد همایی ها اینا بودیم، به یک نحو اینا را پیگیری میکردیم، می نوشتیم. اینا نکته بسیار مهمی که هستن، در سال 88 هزینه های بسیار زیادی برای گرد همایی ها مصرف میشد. جناب آقای ناطقی، اما در این سال مقایسه مالی و هزینه هایی که در سال 88 وجود داشته و سال 92 الی 93 بهش میپردازیم. بینندگان عزیز بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با ما باشید. هم خوش آمدید، بیننده برنامه آخر خط هستید با موضوع آخرین روز یا آخرین ساعات از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 93 افغانستان. چقدر خوب هست که در تمام جاهای دنیا مبارزات به گونه بحث و استدلال عقلانه و منطقی باشه و در او کشتاری صورت نگیره و قدرت سیاسی به گونه مسالمت آمیز تبدیل شود. جناب آقای محمد ناطقی، بحث از مقایسه انتخابات 88 و 93 شد. خب در یک از زمینه ها شما صحبت هم کردید، سهم تکنولوژی مدرن
و استفاده از ابزارهای رسانه‌ای مدرن در این انتخابات را چگونه می‌بینید؟ بسیار سوال مهمی کردین. حقیقتاً هزینه ها رو وقتی که ما در نظر میگیریم، اینا هزینه های انتخابات 88 بسیار بسیار به دوش نامزدان به نظرم بسیار بسیار سنگین بود. خب معلوم بود از نوع چیز، ولی در سال در انتخابات 93 این هزینه ها رو نامزدان نداشتن و یکی از دلایل بسیار عمده در 3-4 تا مسئله اساسی همین تکنولوژی مدرن بسیار بسیار کمک کردن. هزینه ها رو در واقع تکنولوژی مدرن بسیار بسیار پایین آوردن، به این معنا که نامزدان برای اطلاع رسانی خیلی خیلی راحت توانستن با کمترین هزینه و با بسیار با یک سرعت بسیار فوق العاده که در واقع زمان را به گفته شما به صفر رسانده بودن، اینا اطلاع رسانی میکردن. اطلاع رسانی برای ایجاد گرد همایی ها و خلق همایش های مردمی بسیار بسیار مهمه. در گذشته ما این برای اطلاع رسانی که مردم رو خبر بکنیم باید بسیار بسیار انرژی خرج میکردیم، بسیار زحمت میکشیدیم تا پیام این که ما مثلا گرد همایی داریم باید به مردم منتقل میکردیم. اما در انتخابات 93 یا شروعش که از 90 در پایان 92 آغاز 93 ما این تکنولوژی یک واقعا یک معجزه علمی هستن. این بسیار کمک کردن، اینا اطلاع رسانی رو بی نهایت این مسئله را چی کردن، یعنی آسان کردن. شما میتونستین براحتی بالاخره با دادن یک پیام از طریق فیسبوک یا موبایل و اینا تمام مردم رو خبر میکردین که بالاخره مردم خبر میشدن که ما در فلان جا گرد همایی. این بی نهایت تأثیر گذار بوده و خود نامزد نامزدها هم از این موضوع بسیار آگاه بودن و بی نهایت حتما از او استفاده کردن. اما جناب آقای ناطقی، در کنار این روندی که شما به او خوشبین هستین و در مقایسه هایی که صورت گرفت از طرف شما بی نظیر می دانن، ایره بحث تخطی ها و قانون شکنی هایی است که مطرح میشه برای کسانی که ادعا دارند نماینده مردم باشند و مجری اراده مردم باشند. تخطی ها و تخلف هایی که همگی از اونها آگاه داشتن صورت گرفت. حالا قضاوت مردم در رابطه با کسانی که متخلف بودند و حتی توهین صورت گرفته در بعضی از مناظره ها، اینها چقدر میتونه تاثیر بسیار بسیار مهم است. اینا نکته های خیلی مهمی هم. من به این سوال شما جواب میدیم، همینطور که پیشتر عرض کردم در اطلاع رسانی و در کاهش هزینه ها و در انتقال پیام ها و دیدگاه ها تکنولوژی بسیار بسیار مفید واقع شدن و نامزدان رو کارشون رو خیلی آسان کردن و اونها توانستن دیدگاه هایشون رو از طریق همین بالاخره دانش بشری که در اختیارشون هستن براحتی منتقل کردن از طریق موبایل و از طریق فیسبوک و از طریق صفحات اجتماعی دیدگاه هایشون رو براحتی به مردم منتقل کردن. به مردم افغانستان هم واقعا در این مرحله از تاریخ و در این مقطع از زمان بی نهایت از تکنولوژی استفاده درستی کردن، یعنی ثابت کردن بر این که میتونه از دانش بشری و از این تکنولوژی در حساس‌ترین مسائل و در مسائل بسیار اساسی که مثل انتخابات باشه میتونه استفاده درست بکنه. مردم بسیار بسیار از تکنولوژی استفاده کردن و واقعا اینها از امتیازات و از مشخصات و شاخصه های انتخابات 93 است. اما در ارتباط با مسائل تخلف و جعل و تقلب اینا، ببینید ما باید منابع جعل و تقلب را شناسایی بکنیم و هستن کسانی که احتمالا این مسئله احتمالش هست که از این حوزه ها، ببینید در کل حوزه در کل جغرافی های افغانستان را ما با دو حوزه امن و ناامن باید تقسیم ببینید. بکنیم در جناب آقای ناطقی، بله. در متوجه نشدین منظور من. کس نامزدانی بودند که از اصولنامه مبارزات انتخاباتی پاره فراتر گذاشتند، تخطی صورت گرفت و قانون شکنی شد، جریمه با جریمه نقدی و اخطار از سوی کمیسیون های انتخاباتی هم مواجه شدند. قضاوت مردم در مورد این نامزدا چگونه خواهد بود؟ ببینید، من همین رو می‌خواستم عرض بکنم که به صورت کلی شما اگر جغرافیای افغانستان رو به دو حوزه امن و ناامن تقسیم بکنید، احتمال جعل و تقلب در حوزه های ناامن است. یعنی بعد در اینجا سه کار اساسی، البته اون مسئله رو ما اشاره میکنیم در این که نامزدانی بودن که از تسهیلات دولتی استفاده کردن، از امکانات دولتی استفاده کردن. دیروز کمیسیون سمع شکایات
بالاخره تعداد از نمایندگان تیم های انتخاباتی رو در اونجا خواستن و با اونها تذکراتی دادن و بعضی از نامزدان هم در اونجا جریمه شد، محکوم شدن به جریمه. اسناد و مدارک وجود داشتن، خیلی البته این کار ناپذیر هم بود، بر اینکه تعداد از نامزدان از تسهیلات حکومتی استفاده کردن و از شرایطی که از شرایطی حتی در بعضی موارد مردم را نیروهای پلیس به زور همین دیگه همین مسائل بود. اینا در کمیسیون سم شکایات دیروز خیلی به صورت مبسوط مطرح شدن، فکر کنم رسانه‌ای هم شده باشه ولی اونش رو ما ندیدیم. ولی در مجموع کمیسیون سم شکایات دیروز نشستی داشتن و این تذکرات مهم رو به اونا دادن که شما از امکانات دولتی سوء استفاده کردین، پلیس از پلیس کار گرفتین، از نیروهای امنیتی کار گرفتین، از وسایل دولتی کار گرفتین، از تسهیلات حکومتی کار گرفتین، از نفوذ و قدرت والی ها و اینها کار گرفته شده و والی ها در این مسائل دخالت کرده بوده. اینا موارد خیلی مشخص و متخنی هستن که کمیسیون در اونجا اونا رو مطرح کردن و در نهایت مدافعین این نامزدها هم نتونستن اینا رو رد بکنه و جریمه شدن، محکوم شدن بر جریمه. و در موارد هم البته نامزدان میگن توهین کردن به هم دیگر و عبارات نامناسب رو به کار برده بودن. اینا مجموعه از شکایاتی بودن که از نامزدان شد، واقعیت هم داشتن و این مسائل پیش آمده بودن. و شاید در مسئله اهانت اونطوری که در اونجا بحث شد و ما خبر داریم در تمام جزئیات مسئله هستیم، شاید یک سوی تعبیری از این قضیه شده باشه و ترجمه غلط از عبارات شده باشه اینا، ولی در مجموع این تخلفات صورت گرفته و بدترین نوعش همی هستن که برخلاف قوانین و مقررات انتخابات از تسهیلات حکومتی، از نیروی حکومتی، از پلیس حکومت، از والی حکومت بالاخره در انتخابات دخالت کرده باشه و مردم رو تشویق کرده باشه یا تخویف کرده باشه که برین شما این کارا رو بکنید و این بسیار بسیار بد است. عرض کردم که در حوزه مسائل دیگری هم که در اینجا در مورد جعل و تخلف هست، جعل و تخلف عمدتاً در حوزه های ناامن پیش میه. یعنی شما در شرایط ناامن یا در ولایات و در مکانهایی که در اونجا امنیت وجود نداره، در اینجا بالاخره سه کار اساسی خطرناک صورت میگیره که منبع و اساس و پایه جعل و تقلب همونا خواهد شد. یکی ایجاد و تأسیس صندوقهای خیالی یا محلات خیالی یا مراکز وهمی. اصولا اونجا رأی وجود نداره، یعنی مثلا شرایط به گونه ای هستن که در اونجا نمیشه مردم در پای صندوق های رای حاضر شود. خب این البته با لیستی که وزارت داخله و اینا اعلام کردن از 747 مرکز را به صورت ناامن اینا اعلام کردن و بقیه را از 6777 مرکز را اینا از این رقم اون 747 مرکز را اینا ناامن اعلام کردن، گفتن ما در اونجا صندوق نمیگذاریم، محلات ناامن است یا مراکز ناامن است. اینا در مجموع مسئله اینه که در جاهایی که در اونجا امنیت نیست، در اونجا به صورت قطع از صندوق های تخیلی یا مراکز تخیلی کار گرفته میشن. مراکز وهمی هیچ وجود نداره، رأی در اونجا انداخته نشده ولی صندوق ها از اونجا پر شده میه، در اونجا به حساب یک نامزد محسوب میشه و این خطرناکه. کار دومی که در جعل و تخلف بین نهایت در بسیار مهمه، کارت های تخلفی هستن و آرای نیابتی هستن. یعنی این سه تا عنصر و سه تا مؤلفه در تقلب انتخاباتی نقش بسیار اساسی داره. مراکز وهمی، کارت های تقلبی و آرای نیابتی، اینا منابع جعل و تقلب میتونه باشه. و مسئله دیگری هم که جعل و تقلب رو امکان داره توصیه بده و اون مسئله اینه که دخالت هاست. یعنی اگر مثلا دخالت صورت بگیره و خصوصا حکومت و نیروهای حکومتی اگر دخالت بکنه اینجا، طبیعتا در اینجا شک و شبهه ایجاد میشه که این منافق. دقیقا یکی از نگرانی هایی که مردم افغانستان هم به او همیشه تاکید کردن دخالت مسئولین حکومتی است. چنانچه دیروز در کمیسیون شکایات انتخاباتی موضوع مطرح شد، والی پکتیا با سخنگویش و همراه فرمانده پلیس ولایت
از جمله کسانی بودند که تخلف انتخاباتی را صورت دادند و به نفع یک از نامزدان مردم را وادار بله. کرده بودند که به برنامه حاضر بشن. درست. به هر صورت امیدوار هستیم که مردم تصمیمشان را بگیرند و در این 48 ساعت سکوت به نماینده مورد نظر که در ذهنشان هست رأی بدن. جناب آقای محمد ناطقی سپاسگزار هستیم از اینکه در بحث امشب با بنده اشتراک کردید. تشکر، موفق باشید. بینندگان عزیز، از شما هم سپاسگزار هستیم که تا این لحظه با برنامه آخر خط از تلویزیون نور بودید. بعد از این برنامه، برنامه بعدی بعد در زمان مشخص خودش توسط همکارم برنامه سرنوشت تقدیمتان خواهد شد. باقی وقتتان خوش. خدا نگهدار.